بریم برای صفحه. حالا قضیه اینه که چرا زبانهای فانکشنال یا زبانهای شیگرا باید انتخاب بشه، چرا ما علاقه مند شد، چرا ترند روزه، والا من اینا رو نمیدونم. چرا باید علاقه مند بشیم، چرا باید بریم دنبالشون، با هر چی حال میکنین کد بزنین. من نظر شخصی اینه که هر زبان و هر فریمورکی باید با اون کامیونیتی سنجیده بشه. اگر دنبال ساخت API هستین، اگر میخواین اپلیکیشنتون رو به یک وب سروری وصل بکنین، اگر ریکوست های زیاد براتون مهمه، اگر ریل تایم بودن API هاتون، سایتتون، هر چیزی که شما فکر میکنین براتون مهمه که تو این دایره میگرده، اگر رم زیاد داری، اگر میخوای سی پی یو رو تا آخرین حدش استفاده کنی، اگر یک کدنویسی جذابتر با سینتکس جالب میخوای و میخوای وارد یه دنیای بنام مثلا دنیای ارلنگ بشی، الکسیر عالیه. یعنی اگر هدفتون ایناست، به نظر من این داستانشه، داستانش که بخواد به شما کمک بکنه و کامیونیتیش آماده کرده امکاناتو برای ساخت یک سایت ریل تایم یا یک سایت با کانکرنسی بالا، همزمانی بسیار مناسب. یه مثال از دوستان بگم بهتون، گفتن که ارلنگ و الکسیر برای کارهای بزرگ خب روند خیلی آسونی داره، ولی برای بعضی از کارهای کوچیک خیلی این روند پیچیده میشه. پس مطمئنن تا زمانی که شما به یه سری مشتری میرسید، این احساس رو نکنید که سایتش برای شما سود داره که با الکسیر بزنید. یعنی همه چیزش آماده باشه، سرورش آماده باشه، کدش آماده باشه، به نظر من، به نظر شخصی من، دنبال الکسیر نرید. علاوه بر اینکه دنبال الکسیر نرید، دنبال لاراول هم نرید، دنبال پایتون و جنگوش هم نرید. وقتی اگر میتونید اون مشتری رو خیلی راحت توی چند دقیقه با یه دونه جمله و وردپرس بیارید بالا. پس تا اینجا کل قابلیت الکسیر که من فکر میکنم میتونه برای ما تو این کل این مجموعه، یعنی تا 15 روز آینده اگر شما عزیزان باشین، 15 روز که نه، از امروز تا 15 فروردین، برای ما جالب باشه، اون هندل کردن ریکوست های بالاش. اینا هم خیلی هاشم ممکن تبلیغاتی باشه، خب چون خیلی ها تو ایران این رو پیاده کردن، بعضی ها موفق شدن، بعضی ها نه. حالا تو ایران کجا پیاده کردن قبل از اینکه الان صحبت اصلی شروع بشه و بریم دنبالش، تا اونجایی که من میدونم و با دوستام ارتباط دارم تو این شرکت ها و یه کوچولو هم با بعضیشون کار کردم، توی بازار استفاده شده. مثل که میخواستن یه چتی رو بنویسن، اونجا استفادهش کردن. مثل که تا 1,000,000 ریکوست همزمان وب سوکت چنل اونجا هندل کردن. یعنی چی؟ یعنی 1,000,000 آدم داخل تلگرام به هم دیگه دارن همزمان پیام میدن. توی تا اونجایی که باز میدونم توی بازار استفاده شده، توی اسنپ هم استفاده شده که اسنپ حتی یک مدتی بعضی از افرادش میمدن و یک گیتابی رو میذاشتن و میگفتن که ما مثلا چه این چیزایی رو انتشار دادیم. این از جایی که استفاده شده، ولی سایت های بزرگ دنیا کجا ازش استفاده کردن؟ سایت های بزرگی که استفاده شده، یکی از بزرگترین و بهترین و الان خیلی ترنده سایت تویچه. سایت تویچ همونطور که میدونید گیمرها اونجا استریم میکنن. فقط من خودم به عنوان یک گیمر به شما میگم، در مسابقات بین‌المللیش، در مسابقات بین‌المللی بازی دوتا تو، 2,000,000 نفر فقط داخل یک چنل داشتن استریم ویدیو رو بدون لیتنسی میدیدن. یعنی الان لیتنسی خیلی کم، لیتنسی که ممکن نیست که صفر بشه، با لیتنسی کم میدیدن و داشتن بازی رو استریم آنلاین میدیدن. علاوه بر اینکه اون 2,000,000 نفر داشتن با هم دیگه چت هم میکردن در کنار، مثل همین چتی که ما در این اسکایپ داریم. پس تا اینجا. و یک نرم‌افزار دیگه هم که الان گیمرها خیلی ازش استفاده میکنن، چت دیسکورده، که ما فکر میکنم انجمن دفیروز چند بار اونجا جلسه برگزار کرده. پس استفاده کننده اینا هستن. تا اینجا اگر یک کوچولو سوال دارین به من بگین لطفاً، که ما حداقل از این بحث اولیش بگذریم و وارد آموزش سریعش بشیم و عبور کنیم. اگر سوالی دارین که
بگین لطفا. حتما حتما همین الان صحبت میکنم باهات. حالا حسین جا ببین، سرعت توسعه رو تو چی میبینی؟ مثلا خیلی سریع مثلا یه سایتی رو درست بکنی، یا این اسکیل رو داشته باشه که مثلا رو چند تا سرور داشته باشی، یا مثلا این سرعت توسعه اگر بیشتر توضیح بدی ممنون میشم. حجم پردازش، ببینیم خیلی از چیزهایی که ما الان داریم مثلا روی سایت نمایش میدیم آنچنان مثلا سی پی یو رو محدود نمی کنه، ولی چیزی که به شخصه روی سرور من میبینم الکسیر خیلی، ببینم میتونم مثلا بالا بیارم براتون، به سایت بیارم بالا لینکشو بگم بعدا روش یه پسورد بذارم بچه ها. خب این تا بالا بیاد. آره ببین اصلا دیگه مثلا شما همون مثلا میگه سوکتی بتونه اندازه کشور ایران سیستم چت رو بیاره بالا، شما با پی اچ پی و لاراول هم میتونی انجام بدی. اصلا نیاز نیست که مثلا میگم شما مثلا بری روی کلاژر، بری روی اسکالا، بری روی الکسیر کد بزنید. نظر شخصی من اینه که هر اون یه سیستم چتی که میخواد بیاره بالا خیلی به معماری ساخت و منابع بستگی داره. به عنوان مثال شما چقدر مثلا میتونی سیستم تو مثلا توزیع پذیر بکنی، دیستریبیوت بکنی، چند تا مثلا سرور نگه داری، آیا اون قابلیت های مثلا مدیریت کردنشو داری؟ بعد اینی که حالا میبینی مثلا میگم سیستم چت داخل ایران خوابیده یا نتونسته مثلا اسکیل بکنه اندازه یه پروژه مثلا 100 نفر، من بیشتر فکر میکنم به خاطر اینکه تجربه وجود نداره، هیچ کسی تا حالا نیومده آمار خودشو بگه. مثلا میگم شاید مثلا در حد یک محتوای ساده سایت مثلا بازار اومده گفته من از الکسیر استفاده میکنم، نیومده کداشو بذاره، نیومده اون فناوریایی که استفاده کرده رو بگه. با وجود نمیدونم کافکا و نمیدونم داستانای دیتابیس های سری و غیره، بعید میدونم اصلا مشکل برای ساخت چت در داخل وجود داشته باشه. فقط این سیستم باید انقدر بخوابه، انقدر بیاد بالا، انقدر مشکلش فیکس بشه خب، تا اینکه این سیستم استیبل بشه. و الانم که من دارم نگاه میکنم بیشتر افراد که رو سیستم چت دچار مشکل شدن تیماشون رو از دست دادن، افراد باسوادی هستن، تو توییتر من باشون در ارتباطم. سیستم ها چت خیلی قدرتمندی ساختن و هنوزم بالاست، تعداد حجم بالایی رو هم پوشش میده. هر چقدر رم داشته باشین، هر چقدر سی پی یو داشته باشین، هر چقدر تعداد کامپیوترها و رکای مختلف داشته باشین، به راحتی میشه انجام. چون ما در معنای واقعی داخل ایران کلاود نداریم، یه بخشی از سرور از بین میره. ولی الکسیر نه قربون بشم، ولی الکسیر به خاطر اینکه در مبحث ریل تایم اومده برخی از مشکلات در رندر HTML، اول میگم یعنی چی؟ یعنی صفحه سایت که میبینی در رندر HTML شما دنبال نمیدم jQuery و جاوا اسکریپت و این داستانا هستی، ریاکت هستی، انگولار هستی، خدا پدر اون آدمی که انگولار رو میسازه رو لعنت، بعد از این استفاده نکنین از این آشغال. بعد به علاوه این که هزار تا این چیزای جاوا اسکریپتی رو میاری توی سورست، هندل کردن برات بر اساس تجربه من سخت میشه. بعد از یک مدت یک کنترل کد از دستت میره بیرون و یه مبحثی که داره اینا، این قسمت سرور سایدش هنوز ضعیفه. یعنی مثلا میمونه شما بگی آقا مثلا چرا الکسیر در مقابل زبان پایتون چیز نداره، اسمشه در مورد هوش مصنوعی چرا کار نکرده؟ خب جامعهش هر روز جبول به دیگه، هر روز نرفته دنبالش. تا اینجا که الکسیر در رندر HTML مثلا اومده یک چیزی به نام فونیکس لایو ویو گذاشته که امروز امیدوارم بهش برسیم، توی حالا اگر رسیدیم که بررسیش میکنیم. اومده گفته اوکی من اون نود جی اس رو میارم داخل خودم، مشکلات جاوا اسکریپت داره رو با
قدرت بکندی که من توی الکسیر دارم با پروتکل‌های داخلی که من دارم روی موتور ارلنگ با اون میدم OTP که دارم، مشکلات اونو پوشش میدم، خوبیای اونو میگیرم، کنار مرج میکنم و بدون اینکه تو کد HTML کد CSS کد جاوا اسکریپت بزنی تا حد زیادی به یک سایت تک صفحه‌ای SPA ریل تایم روی وب میدم با قدرت فول استیت بودن کل سرور و با ایزوله کردن هر کاربر تا 99 سال تا زمانی که سرور داون بشه و دوباره بخوای بیاری بالا که همه ریست میشه. اوکی؟ کاملا ایزوله و ارتباط بین نودها، یعنی هر کاربری اگر یک ریکوست بفرسته یک نود در رو سرور داشته باشی بتونی با هم دیگه ارتباط بگیری. حالا بیشتر بعد با هم دیگه صحبت میکنیم در موردش. و یک قدرتی بیارم بالا بگم آقا این رندر HTML منه. تا اینجا اوکی. مورد بعدی، درست کردن سایت های ریل تایم برای چت و غیره. همونجور شما گفتی چالش زیادی داره به خاطر که تجربه نداریم، این تجربه ما کمه. به خاطر اینکه کامیونیتی الکسیر اولین روز به خاطر اینکه از ارلنگ اومده چیزایی مثل OTP و جن سرور و جن استیج و هر چیزی که مربوط به درست کردن صف، درست کردن به فلوی داده هست، درست کردن به چی بگم خدمتتون، نگه داشتن اطلاعات روی رم، نگه داشتن اطلاعات روی دیسک با سرعت بالا، دیتابیس های دیفالتی که خود ارلنگ توی ران تایم خودش داره که الکسیر ازش استفاده میکنه، مثل نازیان منزیا نوشته میشه، فکر کنم نازیا خونده میشه، و انواع ابزارهایی که به شما با چی؟ با کنترل خطا. یعنی چی؟ با درست کردن سوپروایزر، یه نفری بالای این درخت مادر وایساده میگه اوکی اینجا خطا پیش اومده، بر اساس دستوراتی که به من دادن من این خطا رو چیکار میکنم؟ میام کنترل میکنم، هندل میکنم، انعطاف پذیری نسبت به خطا داره. خب یا چی؟ یا میام کل این درخت رو تک تک از مادر، پدر، پدر بزرگ همچنین ریسیت میکنم تا به یک مرحله ای برسم که چی؟ میگه اوکی دوباره سیستم اومده بالا. با همه این ابزارا رو داره، بله به شما کمک میکنه تا سیستم چت تو با چالش کمتری بسازی و با امکانات بهتری به مشتری تحویل بدی با سرعت بیشتری. به خاطر اینکه مثلا اگر از فریم ورک فونیکس استفاده بکنی بد این امکاناتو میده که خیلی از ارورایی که تو زبان توی فریم ورک دیگه مجبوری برای یه سایت ریل تایم بنویسی رو ننویسی، چون خودش هندل میکنه. نمیدونم جوابتون رو گرفتی یا من بد توضیح دادم این مورد رو در مورد پروژه ساده، فروشگاه ساده یا همچین چیزی صحبت کردم. اوکی بود علی جان، یا با سوالی داری اگه چیزی بنویسی ممنون میشم که قربون داشتم. اگر بازم اگه سوالی که در خدمت هستم در مورد سوال توسعه در این مورد، اگر 4 سال پیش که اولین پستم من داخل انجمن دویروز دادم برای یادگیری الکسیر بپرسی، اون موقع میگفتم نه خیلی سخته، چون اون موقع هنوز پکیج منیجر سایت آدرسش رو مینویسم، چون خودم الان فیلتر شکن ندارم، اینجا آمول اومدم آمول خونم، بعد درست حسابی ندارم همزمان رو فیلد شکن باشم، این آدرس سایت پکیج منیجر الکسیره. یعنی شما هر چیزی الان سرچ بزنی توش هست، از نقشه سایت سرچ بزن تا موارد پیشرفته نمیدونم مدیریت صف مثل برادوی یا روی درست کردن HTTP کلاینت ها مثل فینچی فکر کنم جدیدن اومده که روی پرفورمنس سیستم خیلی تمرکز داره، خیلی 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 کار کرده. پس اگر الان بخوای من بهت پیشنهاد میدم که اگر کسی بهت گفت که سرعتت کمه یا احتمالاً کار نکرده یا تازه وارد این پروسه یادگیری و ساخت شده، به عنوان مثال من میخوام یک پروژه رو بهتون نشون بدم، این پروژه گیت هاب منه، من به نام میشکا CMS، میچکا الان جا ما الان میشکا نوشتیم، میچکا توی زبان مازندرانی به گنجشک میگن. این مثلا من دارم یک سی ام اس برای خودم درست میکنم که بعدا حالا اینو پول ریکوست میکنم روی استوری اصلیم. این
این پروژه من برای چی داره درست میشه؟ 1000 تا سی ام اس درست کردم، آقا جملا درست کرده، فلان درست کرده، من اصلا چرا باید بشنم مثلا این همه کامیت داشته باشم و شروع بکنم؟ اونم چی در موقعی که خدمت هستم، واقعا تو خدمت کد دادن خیلی سخته. تنها دلیلش اینه که من دارم یک بستری رو درست میکنم که حتی هر روزم دارم کد میزنم. امروز مثلا صحبتاش بود و هر روزم دارم از این اون میپرسم و چالشاشو مثلا دارم رد میکنم. تنها دلیلش اینه که اگر بعدن به من یه مشتری خورد، من سری سی ام اس همون بیارم بالا. ولی درست کردن یه سی ام اس مثلا در حد چی بهش میگن، در حد مثلا براتون مثال بزنم که راحت‌تر متوجه بشی، یا سیستم فروشگاهی خب چالش زیاد داره، مثلا ثبت خریدش برای من خیلی سخته. بعد برای ساخت یه بلاگ ساده در حد اینکه یه محتوا بذاری، یک کاتگوری داشته باشی و یه پست بزنی توش، یه لاگین ساده در حد یوزر پسورد هش بکنه تو دیتابیس بذار و لاگین بکنی، یه روزه کلکش کنده است. به جد میتونم بگم از PHP که من کار کردم، PHP اگر میکشه 10 ساعت، تو میدونی این رو داخل الکسیر بزنی 1 ساعت. و در مورد فروشگاه ساز، فروشگاه سازا باز هم من نگاه میکنم بجز قسمت صف خریدش که ممکنه طول بکشه، فکر میکنم که باز هم بتونی توی زیر 1 ماه اینو تمامش کنی، به مشتری بدی یه چیز خفن برای لاگین، برای سیستم های اتنتیکیشن که اصل مشکل ما هست. برای ساختی سایت از نظر شخصی من پلاگین آماده است، برای نقشه سایت آماده است، برای هر چیزی که فکر میکنی که برای یه بلاگ ساده برای یه فروشگاه ساز میخوای بیاری، از نظر سرعت بعد از 6 ماه یا 1 سال کار کردن به یه جایی میرسی که مثل کاری که الان من میکنم، پروژه رو میزنم آخرین روزی که باید تحویل بدم میشینم اون آخرین روز کدامو میزنم. برای کار فریلنسری میخوام بدونم سرعت تو چقدره. برای کار فریلنسری اگر میخواید بازم تو سرعت پایین بگیری به نظر من خوبه، فقط باید یک مشکلی من همه الان خدمت عزیزان بگم. تنها مشکلی که افراد نمیان دنبال زبانهای اختصاصی داستانش اینه که سخت کانفیگ سرورش. ما شرکت و گروه های خوبی رو داخل ایران داریم ولی امکانات خوب رو نداریم. 1000 تا مشکل روی فندوق هست، باز مجبوری بری اون مسائل مربوط به کانفیگ سرور رو بگیری. ابر آروان رانتی که این سری این دفعه کلن ترکون، سایت های بزرگ که از قدیم برای مثل وردپرس و جوملا اینا کار میکردن ولی سرورهای خوب میدن، همشون به شما وی پی اس خام میدن. تنها مشکلی که فعلا شما داری برای زبان اختصاصی فقط مشکل سرور داری. یعنی الان همکار مثلا یه سایت میزنه یا یه نفری که مثلا یاد گرفته از یه جایی میخواد سایتشو بیاره، مثلا میگه شما آقای توکلی مثلا ببر رو سرورت، خب تنها دلیلش که نمیتونه اون وارد اون قسمت سرورش بشه، وگرنه از توسعه من بعید میدونم به هیچ عنوان شما مشکل داشته باشی، جزی که بخوای سوال تو ریستر بکنی. من خدمت بگم آگودر زمان که آقای جعفری عزیز، آقای جعفری عزیز شما که سوال داریم ما در خدمت هستیم. باز اگر سوال نیست که بریم. نه دوستان سوال کلی رو پرسیدم، ممنون که وقت گذاشتی. قربون بشم. بریم برای پس الکسیر رو چجوری شروع بکنیم. یه چند تا چیز اصلی ما تو الکسیر داریم، بیاین اصلا برعکس یاد بگیریم فقط در حد آشنایی که خط بهتون داده بشه. من این قسمت الکسیری که این صفحه که آوردم رفتم روی سایت elixirlanguage.org که سایت اصلی الکسیره، نصب و مصب و همه چی اونجا هست، فقط اومدم روی این گایدش زدم. این سمت راستش تمام این سرفصلایی که شما میبینید، خب سفصلایی هستش که اگر مثلا وقت بذاریم ممکنه بجز اون سفصلایی که به ارسال مثلا درخواستا توی بک‌گراند و نمیدونم نگهداری درخواستا توی روی رم و این داستانای
OTP خود الکسیر هست اونا رو بگذاریم، من فکر میکنم در عرض یک هفته شما بتونین این 23 تا چپتر رو تمام بکنین و تو هر کدومشون هم یک مثال هست. ولی من خودم به شخصه بهتون یه پیشنهاد میدم. اول اینکه یک کدی رو اگه تو زبان دیگه دارین خب سعی کنید توی زبان الکسیر به هر صورتی که شده اون رو شبیه به کد خود الکسیر کد اون زبان خودتون توی الکسیر بنویسید. داستانش اینجاست که اگر نتونین بنویسینش میرین سوال میکنین و این سوال کردنش باعث میشه که شما نحوه نوشتنش توی زبانای ببینم کدوم از دوستان هیچ کدوم از دوستان که زبان فانکشنال کار نکردن درسته؟ روبی، پی اس پی، کاتلین دارت، پی اس پی، نو جی اس. اوکی بخوام که غیر علمیشو به شما توضیح بدم، بخوام که وارد بشیم اصلا زبان فانکشنال رو قشنگ نیایم توضیح ندیم و بذاریم کسایی که واقعا خبره این کارن توضیحاشو بدن. الان این صفحه رو ما یه بار دیگه اینتر میزنیم بیاد بالا. ماشاءالله اینترنت. این صفحه رو که ما اینتر زدیم آوردیم بالا، در حقیقت یک فانکشنی رو ما صدا زدیم به نام اینتروداکشن. درسته؟ این فانکشن یا این تابع اینجوری زبان فانکشنال رو درک بکنید اگر میخواید مثل من مشکلتون کمتر بشه، این تابع باعث شد شما یک صفحه رو بالا بیارید. پس اگر یک نرم افزاری بخواد به صورت فانکشنال بالا بیاد، ما بخوام درکش کنیم که آقا این فانکشنال یعنی چی؟ یعنی چی آقا یه دونه فانکشنی رو صدا بزنیم به عنوان فانکشن مین، حالا تو این فانکشن بخواد 20 تا فانکشن دیگه هم صدا زده باشه مهم نیست برای ما، فقط میخوام اون صفحه‌ای که ما میخوایم بیاد بالا کل فانکشنال اینجوری در نظر بگیره. به عنوان مثلا میخوام بهتون یک چیز نشون بدم، این API مثلا روتر. خب روتر سایت ها در حالا از این قسمت نگاه بکنین، اگر مثلا آدرس سایت من باشه google.com میشه google.com/api/v1 و /register برای ثبت نام. register برای ثبت نام چیکار میکنه؟ میره فانکشن register رو برای ما میاره. این شو زبان فانکشنال. همینقدر برای شروع خودتون رو درگیر ریاضیاتش و داستانهای دیگهش نکنید. حالا مثلا ممکنه ما تو زبان شیگران مثلا یه اطلاعاتی بفرستیم توی یه کلاسی اونجا استک بشه، بعد اونجا که استک شد وقتی رفتیم توی کلاس از اون استک اون اطلاعاتو بگیریم و استفادهش بکنیم. هیچ برای زبان شیگراست. ولی ما توی زبان فانکشنال برای انتقال داده هامون میایم از فانکشن به فانکشن دیگه اطلاعاتی رو میفرستیم. مثلا یه فانکشن تست من نوشتم قبل از اینجا، یه فانکشن ساده نوشتم که اگه فونتش بد بود که بهم بگید. میخوام که قبل از اینکه وارد بشیم تک تک اینا رو بگیم از برعکس بیایم دیگه. فانکشن توی الکسیر با یه چیزی نوشته میشه به نام def و این فانکشن ما حتما باید زیر مجموعه یک ماژول باشه در موارد خاص که یک داستان دیگه داره. این فانکشن ما اینجا اگر ببینیم میگه که دو تا ورودی داره، user roles و needed. پس یه فانکشن درست کردیم، یه تابع درست کردیم که دو تا ورودی داره و این ورودی های ما از اونجایی که ما فکر میکنیم میاد واردش میشه string هست، یعنی یک رشته حرف هست. مثلا چی؟ مثلا شهریار، مثلا حسین، مثلا علی. خب و اگر نگاه بکنید الکسیر یک زبان داینامیک تایپه، نمیاد اینجا بررسی نمیکنه که رشته شما حتما باید اینجا استرینگ باشه ورودی و خروجی استرینگ بده بیرون، جز اینکه شما بخواید از کتابخانه مثلا ریالایزر استفاده بکنید. خب اون هم تا یه حدودی بهتون کمک میکنه،
زبانهای داینامیک تایپ از نظر شخصی من تو توسعه سریع‌تر از زبانهایی هستن که مثل کاتلین تا اون فی حال دونشو میان بررسی میکنن، ولی تو زبانهای کاتلین بالاخره اون داستان تایپ سیفش باعث میشه که شما اعتماد بیشتری به کد داشته باشید. پس تا اینجا یک فانکشن یک استرینگ رو گرفته. یک ماژولی رو از الکسیر نمیخوایم الان واردش بشیم صدا زده و اون ماژول باز خودش یک فانکشنی داشته به نام مپ، یه اطلاعاتی رو میگیره و یه خروجی رو میده، تمام شد رفت. حالا اگه من بخوام مثلا این رو فراخوانی بکنم، فقط قراره که میام مثلا مینویسم من سرورم رو ران کنم، سوالی داشتین عزیزان ببندیم، سرور ما ران شد، من بستیم دیگه، برو دیگه، چرا میای بالا؟ من این فانکشن رو نوشتم، برنامه من به صورت دیولوپر بالا آوردم، فکر میکنیم کاربر زد رو ریجستر و این ریجستر باید یک فانکشنی رو بالا بیاره به نام چی؟ is permitted. خود ریجستر کجاست؟ مثلا ریجستر تو کنترولر نوشتیم، همه تو مثلا کنترولر رو دیدین دیگه داخلش، اگه کنترولر کسی ندید حتما بگه، خواهش میکنم که این مفهومش نمونه، چون ما دیدیم همه عزیزانی که اینجا هستن یه بک‌گراندی از برنامه‌نویسی دارن، این مورد رو مستقیم رفتیم سر اصل مطلب. آقا اگر من این رو ماژول تست که توش ممکنه 200 مثلا فانکشن داشته باشه صدا بکنم is permitted، خب الکسی به پرانتزا زیاد حساس نیست، مثلا بنویسم edit new delete و دومین ورودیشم بنویسم مثلا delete edit، باید به من یه خروجی برگردونه، من انتر میزنم بعد یه خروجی برمیگردونه به نام مثلا فلان چیز که این به من میگه آقا این دسترسی رو داره یا نداره، بگم بزرگتر کنم. این شد فانکشنال کال کردن. تمام برنامه داری از یک ماژول یک دونه از یه ماژول مثلا یه دونه چی داری صدا میکنی، یه دونه فانکشن رو صدا میکنی، توی اون فانکشن داری مثلا یه فانکشن دیگه رو صدا میکنی. این شد کل برنامه‌نویسی فانکشنال. حالا تو برنامه‌نویسی فانکشنال ما چند تا چیز داریم. اگر بخوام یک دفترچه تلفن رو در اولین مثال به شما خدمت شما عزیزان بگم، یه دفترچه تلفن چه چیزایی نیاز داره؟ یه جایی رو نیاز داره که داخلش من یه سری شماره تلفن‌هایی رو ذخیره کنم، درسته؟ من یه فایل الکسیر خام می‌سازم، فقط این قسمت رو نگاه بکنیم، اینا من اینجا می‌بندم که راحت‌تر باشین، اینا هم دفتر می‌زنم، یک ماژول الان درست می‌کنم، الکسیر نگرفت مگه الان مثلا تل، یه ماژول دارم به نام تل، میخوام که داخلش بیام چیکار کنم، بیام یک شماره تلفنی رو سرچ کنم. این شماره تلفن، شماره تلفن‌های افراد چجوری باید قرار بگیره؟ معمولا تو زبان‌های برنامه‌نویسی یا خروجی که از دیتابیس میاد به صورت چی میاد؟ به صورت یک آرایه میاد، درسته؟ ما نمیتونیم توی زبان فانکشنال هم همینجا شروع کنیم به کد زدن و اون مثلا بیایم لیستمون رو درست بکنیم یا آرایه بزنیم مثلا صفر فلان فلان مثلا شماره اونه یا هر چیز دیگه. میتونیم گلوبال متغیرهای گلوبال درست بکنیم، ولی خب زیاد کردن اونا هم باعث مشکل در رم میشه. اولین حرکت برای این من میتونم اینجا چیکار بکنم؟ بنویسم مثلا یه دونه فانکشن درست بکنم به نام چی؟ مثلا numbers، اوکی، بعد داخل این یه لیست درست بکنم. حالا این لیست میتونه مثلا میگم شماره خود من باشه،
اینا هم که این پایینش میارم شما هر جور دوست داری میتونی بنویسی، من فقط میخوام که قشنگتر دیده بشه. دو تا شماره من اینجا دارم، درسته؟ یعنی اگر مثلا بخوام این چنین فایلی رو توی مثلا کدام لود بکنم، مثلا بزنم نامبرز، باید این کل این داده ها برای من بیاد. احتمالا به خاطر اینکه ما اینو جای ذخیره نکردیم نمیاره بالا، پس بهتره که ما یه دونه فایل اینجا درست بکنیم برای تست. بعد کدای اینم بگیریم، اینم ضبط در بدیم، خدا نگهدارت. اینجا یه دونه سرورم رو ریکامپایل کنیم. الان اگر من تلو بزنم و روی نامبرز بزنم، ببینید شما تلفن هایی که من نوشتم برای من میاد. پس اولین چیزی که ما برای ما مهمه جز اون 4-5 تا چیزی که شما کل کدات توی اون هست، اینه که به راحتی بتونی یه چیزی رو داخل لیستی فراخوانی کنی. اگر تو لیست آوردی یعنی که داده ها آماده شده و میتونی از اون استفاده کنی. خب ببینیم چقدر هم تایم گذشته که سرتون درد نگیره. یه کلاس یک ساعت جمع میکنیم دیگه، عزیزان اعصابشو خرد نشه. اگر بیشتر فکر میکنیم میتونیم بمونیم که بهم بگیم، مشکلی نداره. حالا ما این فانکشن رو، ما یه فانکشن نوشتیم به نام numbers. اوکی، بعد خب دو تا شماره تلفن هم داره داخلش. من میخوام که این زیاد بهم نشون نمیده که مثلا میگم نامش طرف چیه، نمیدونم اسم مثلا اسم طرف چیه، فامیلی چیه، فلان و فلان. خب یک چیزی داریم در الکسیر به نام map که با علامت درصد شروع میشه و با این پرانتز بسته میشه. توی زبان فکرم توی جاوا اسکریپت بشه، توی روبی فکرم بشه هش میگفتن همچین اسمی، حالا یادم نیست. توی جاوا اسکریپت هم هست، تو هر زبانی به یک شکل سینتکس خاص خودشه. این قابلیت داره که شما میتونی کلید بذاری تو و توی این کلیدت مثلا بنویسی آقا این شهریار، بعد تل مثلا بزنی شماره، و حالا این داده رو به قول معروف که بتونی به راحتی مثلا بگی آقا اونی که نیم شهریاره رو بیار. اوکی؟ میتونی بیاری. این شد یک استک دیگه ای که بخوایم توش اطلاعات بذاریم ولی با قشنگتر. چقدر جالبه که همینجا اینو یه دونه کنترل ایکس بزنیم کات بکنیم. لیست که داریم، لیست میتونه توی خودش مثلا 1000 تا مثلا مپ داشته باشه. بذار اینا رو کوچیک‌تر کنم تا اینجا، یه دونه اینجا هم یه دونه اضافه بکنم. این دفعه بزنم مثلا آریان و این شماره رو بذارم. اوکی؟ تا اینجا من یک لیست دارم خب که داخل خودش دو تا چی داره؟ دو تا مپ داره. اگر ببینین اومده چیکار کرده؟ اومده مثلا نوشته نیم شهریار فلان فلان. تا اینجا بهتون میگم که یعنی 90% این کدنویسی های ساده با همین فراخوانی این که در جلوتر حالا یه خورده یاد میگیم تمام میشه. یعنی کل این سینتکس هایی که ما مجبوریم اول یاد بگیم همین لیست و آرایه و شرط دیگه. و از اینجا به بعد ممکنه شما بخوای این مثلا این داده‌ای که داریم رو بخوای اون شماره‌ای که میخوای مثلا تو پی اچ پی با چی در میارین. الان این لیست اگر تو پی اچ پی باشه، عزیزانی که پی اچ پی کار میکنن میخوام شماره 0936 غیره بود اسمشو به من نشون بده، با چی نشون میده؟ با فور هم نشون میدی، فور ایچ هم نشون میدی، درسته؟ با یه لوپ درست کردن هم نشون میدی دیگه، درسته؟ یا من اشتباه میکنم از پی اچ پی دور شدن؟ اوکی حسین شاه، شما با چی نشون میدی توی
توی زبان خودت توی کاتلین با چی نشون میدی؟ یه حلقه یه چیزی بخوای شماره فقط اون شماره تلفن خاص رو بگیری. آریان عزیزم اگه تو هم بنویسی، آگودرز عزیز شما هم بنویسی، ممنون میشم. اوکیه، فورم اوکیه، خوبه. او دیکشنریش که دیکشنری هم قابلیت خودش داره، ماژولاش رو میخوای ستا بکنید. اوکی دیکشنری بعد فور وایل اوکی. تا اینجا پس ما میدونیم که تو هر زبانی اگر بخوایم کار بکنیم یک دونه حلقه داریم درست میکنیم و اونو میخونیم، درسته؟ یکی میخواد یک حلقه درست کنه توش ایف بذاره، یکی میخواد از ماژول های یا فانکشن های دیکشنری تو زبان های مختلف استفاده کنه و اون خروجی رو بگیره، او یکی میخواد نمیدونم بیاد یه داستان دیگه پیاده کنه. هر کدوم از اون داستان‌ها بر اساس پارادایمایی بودن که اون موقع می‌خواستن این کدو بنویسن درست شده. اگر در الکسیر هستی ما به معنای واقعی باید اگر بخوام یه کد تمیزی بنویسیم از ماژولایی که از قبل درست شده بنویسیم. و جذابیتش چیه؟ اوایل کار شما اون ماژولا رو مثلا اسماشو نمی‌دونید. ولی به مرور یاد می‌گیرید. به عنوان مثال اوائل کار که من اومدم هر چی که دستم میرسید یه فور میذاشتم داخلش مثلا، بعد تازه میخواستم تلاش بکنم توی اون فور یه آی رو به علاوه مثلا فلان عدد بکنم و اون عدد مثلا به اون عددی که من میخواستم رسید مثلا حلقه رو ببنده. ما چنین چیزایی مثلا ممکنه توی مثلا پیاده کردنش توی الکسیر یا مثلا طرف جلوشو گرفته باشه یا خیلی سخت باشه درست کرده، چون اصلا ارزش نداره. بخوایم مثال بزنیم، اگر من این ماژول رو بندازم توی یک آرایه‌ای به نام توی یک دونه متغیر به نام numbers مساوی بذارم، متغیرم جو نوشته میشه، ما یک چیزی داریم به نام ماژولای به نام یکی به نام انیوم یا اینام توی خیلی از زبان‌ها هست. صدام الان نداریم؟ اومد. خب یه بار دیگه پس من این نامبرز رو میزنم. اگر بخوایم که مثلا بیایم در الکسیر دنبال این باشیم که آقا این رو خروجی بگیریم و از این داستانهای قشنگ بیشتر استفاده کنیم، یه چیز که با شما یاد بگیری اینه که ماژولای اصلی خود الکسیر رو بشناسی. یکی از این ماژولا ماژول انیوم هست یا اینام هست که این ماژول اینام یه خیلی فانکشن داره، مثلا یه فانکشن داره به نام انی که من خیلی ازش استفاده میکنم، میگه آقا چنین چیزی داخل این مثلا لیست هست یا نه، اون میگه اوکی این هست پس به ما یه ترو برمیگردونه، نباشه فالس برمیگردونه. یه مثلا انیوم داریم به نام چی؟ مثلا انیوم مپ. او اگر من دو تا تب بزنم، علی جان چی می‌نویسه؟ احسن. آره کالکشن هم دقیقاً فکر کنم تو روبی هم ما کالکشن داریم فکر کنم. اگر میخوام که اینو نزدیک به زبان خودتون بکنم که این داستانای نمیدونم این میوتبل هست و اینا رو بذارین کنار، اولش ما قرار فقط کد رو بذاریم بعدش میرین دنبال اون داستانای مثلا چی بهش میگن اون بک‌گراند داستانش چی بوده، چجوری فکر میکردن، چیکار بکنیم، نمیدونم اشتباهات تصحیح بکنیم. خیلی خوبه که این همراهی بکنیم، ممنون میشم، الان که عالی بود همتون گم. این قسمت هم که میبینیم من دارم تست میکنم ترمینالم، این یک سروری را آوردم بالا بعدم بهش میرسیم. من یک اچ گذاشتم اول
اینا map که به من help این function از ماژول اینام رو به من نشون بده. این function اگر نگاه بکنین به من چی میگه؟ به من میگه آقا این یک دونه function هست که دو تا ورودی داره در اولین مرحله. خب دو تا ورودی داره و خروجی لیست میده. نگاه بکنین به من میگه که این فانکشن map داخلش دو تا ورودی داره. حالا از نوع ورودیش اینجا براتون یه خورده ممکنه سخت بشه، فقط فکر کن اینجا دو تا ورودیه، دو تا ورودی داره و یک خروجی لیست برمیگرد. یک مثال هم زده، مثالش اینجوری بوده: اگر یک لیستی داشته باشیم به نام 1 2 3 و بخوایم که هر کدوم تک تک اینا رو ضرب در 2 بکنیم و یک خروجی بگیریم، اینجا نوشته میشه. حالا پس اوکی، ما میایم کد خودمون رو میزنیم، اینا map، بعد اینا map که زدیم numbers، و اینجا زیبایی زبان فانکشنال اینه که از یه فانکشن، از یک نوع فانکشن 500 نوع چهره دارن اینا. خب بعد به عنوان مثال الان دیگه اون فانکشن مثلا یه دونه مثلا فانکشن های ناشناس که سرفصلش هست دیگه نیاز نیست یه دف بذارین و جای دیگه لود کنین، همونجا میذارین یه FN میذارین X. X یعنی چی؟ یعنی تک تک شماره تلفن هایی که توی نامبرز بوده و بیا برای من چاپ کن X و M پرانتز بسته. چی میگه؟ آه من جد یا اول خب این اسپکت X یه بار دیگه میذارم قشنگ تر ببین. اومده تک تک چیا رو نوشته داخلش؟ تک تک مپ هایی که من نوشتم رو اومده چاپ کرده. یعنی چی؟ یعنی حالا این یه دستور پرینته، مثلا ما توی پی اچ پی اکو داریم، توی زبان دیگه پرینت داریم، اینجا مثلا ما آی او اینسپکت میکنیم. خب یه چند تا چیز دیگه هم داریم که اینا بر اساس خروجی که شما مد نظرتونه. من شماره تلفن های اگر نامبرز رو بزنم میبینه که توی لیست بوده، درسته؟ و دو تا مپ توش بوده. حالا اومدم چیکار کردم؟ هر کدوم از این مپ ها رو یه خروجی چاپ کردم توی هر خط. حالا بخوام که مثلا میگم اگر مثلا بیام فقط شماره تلفنم اگر 0936 بود بیاره چی میشه؟ آقا یه دات میذاری مینویسی تل، بعد اینو بیاره، جز اینکه ما اشتباه کنیم. چی میگه؟ x دات تل ارور شروع شد. لذت میبرین؟ آها راست میگه دیگه. اینجا گفتم آیا شماره تلفنی به نام 0936 فلان داریم یا نداریم؟ چند تا داخل این لیست ساده ما داخلش داده بود؟ دو تا بود دیگه، درسته؟ یعنی دو تا شماره تلفن رو ما بردیم توی دو تا مپ و این دو تا مپ رو گذاشتیم. تویش اولین شماره تلفنی که این شروع کرد این حلقه رو درست کرد، اینا مپ اومده گفته ترو، یعنی چه شماره هست، و دومی گفته فالس. آقا کل کار کردن به همین سادگی، یعنی فقط قراره یه سری ماژولایی رو ما بخونیم و این ماژولا رو چیکار بکنیم، توی کدامون استفاده بکنیم. مثال میزنم الان مثلا من یک جایی رو ببینیم، میتونم مثلا یک کنترلر میخوام براتون بیارم. چقدر بزرگ شده یه کنترلر. من لاگین درست کردم، یعنی یه API درست کردم که URL داره به نام لاگین. این لاگین من دو تا ورودی داره، درسته؟ یکی اینه، یکی هم یه ورودی مپ داره. خب اونجا مپ رو ما با دات نشون دادیم، درسته؟ اینجا میتونیم با مپ رو به صورت این علامت روبه جلو هم نشون بدیم که نوع خوندنش مثلا به این صورت میشه. مثلا شما مثلا اون اسمش اگه توی متغیری باشه مثلا باید اینجوری بنویسی،
دیگه به صورت دات نمیتونیم بخونیم. حالا چون اینجا پارامتر نداریم ارور میده. اومدم مثلا گفتم چیکار کردم، گفتم آقا ایمیل داریم، اوکی برو فانکشن یوزر شو مثلا بای ایمیل. یعنی چی؟ یعنی ایمیل، اگر کاربر ایمیلش بود برو اون فانکشن اون در ماژول مثلا یوزر رو صدا کن، خروجیشو بده به این، بعد بیا دوباره یه دونه فانکشن دیگه رو صدا کن که میشه چک پسورد. اگر اینا اوکی بودن بیا باز دوباره یه فانکشن دیگه رو باز دوباره صدا کن. یعنی همینجا ما سه تا فانکشن صدا کردیم تا تونستیم این کدمون رو بنویسیم. تا اینجا اگر براتون مفهوم نبود بهم بگید. هر فانکشنی باز داخل خودش مثلا کدای خودشو داره و توی پیور فانکشن نوشتن، توی فانکشنال کد زدن، شما باید به اون درک برسین که ریاضیاتی که به دیتابیس یا سیستم خارجی ارتباط ندارن در یک فانکشن جداگونه ای باشن. خب مثلا نام، مثلا اسمو بیان چیکار کنین، مثلا شهریار رو بگیریم با وزن مثلا میگم 70 کیلو رو بگیرین، بگین ضرب در سنش کن و فلان و فلان و به من خروجی بده. اون ضرب در فلان کن که یک معادل ریاضیه باید بره توی فانکشن دیگه، اونجایی که داری اطلاعات شهریار رو میگیری اون باید بره یه فانکشن دیگه و این دوتا توی یه فانکشن دیگه فانکشن سوم همدیگه رو صدا بزنن. اگر همه اوکی بودین تا اینجا، یعنی متوجه شدین نزدیک به زبانتون بود، بهم بگین خواهش میکنم که بیست نشه داستان. حسین جان شما چی؟ اوکی بودی با این داستان؟ آقا گودرز قربونی تو علی عزیز، ببینیم علی عزیزم که اوکی بودن. آه حتما حتما الان اصلا میریم سمت وب. هر چیزی که باشه کلن من یک دونه قلبم چه برای شما بذاریم، یه دونه هستن وب سرویس های خودم آماده کردم که جدیدن دارم رو این پروژه کد بازم کار میکنم و دوست دارم اگه دوستان تونستن وارد این زبان بشن یا علاقه من بودن تونستن، که همه میتونن، خیلی ساده است جوین بشن. همین سی ام اس هست که دارم مینویسم. این نرم افزار پستمنه، اگه دوستان باش کار نکردن یک نرم افزاری هستش که به قول معروف ریکوست میفرسته و اینم این پسورد، یه پسورد معمولیه. بعدن که اینجا یادتون باشه اینو سیاش بکنیم داخل یوتیوب بذاریم. بعد این یک میخوام این فانکشن بازی‌ها رو بهتون توضیح بدم. مثلا میخوام که بهتون بگم که آقا ریجستر کن، اوکی فانکش اینجا یک نه بزرگتر میشه این، آره اوکی یه لینک داریم به مثلا لوکال هاست 4001 API OS V1 register. اوکی تا اینجا عالی بود. ما یه دونه endpoint داریم، endpoint ما به یک action وصل میشه. action ما چیه؟ دقیقاً یک فانکشنی است به نام register. پس اون فانکشنی که اولین فانکشنی که در این URL صدا میشه یک فانکشنی است به نام register که اینجاست، که این register داخل خودش چند فانکشن دیگه ای رو صدا میکنه و یک سری خروجی و ورودی داره. خب مثلا در فانکشن ریجستر که این فانکشن پایینیر ببینیم، ما در زبان الکسیر میتونیم از یک فانکشن در چندین حالت با یک اسم، با یک اسم مثلا تکراری بسازیم. مثلا اولین فانکشن ما ریجستر مثلا اینقدر خروجی داره ورودی داره، دومین فانکشن ما اینقدر ورودی داره. مثلا شما میخواید ریجستر درست بکنیم، بگی آقا اوکی ریجستر تو با پسورد درست کن. اون یکی میگه آقا من ریجستر با پسورد نمیخوام، من میخوام با موبایل و با مثلا کد رندوم درست کنم. اون میشه یه داستان دیگه اش. میتونین از این یه فانکشن ریجستر مثلا 10 تا 20 تا درست بکنید. پس این یو آر ال ما که از نوع پست اومده یک فانکشنی رو صدا کرده به نام ریجستر که اون فانکشن داخل خودش به عنوان یک فانکشن مین، یک فانکشن مادر عمل میکنه و چندین فانکشن دیگه ای رو صدا میزنه. حالا مثلا به عنوان مثال ما میخواییم بریم ببینیم این فانکشن مثلا میگم
ریجستر که مثلا کرییت صدا زده مثلا چیه، در ماژول چیه، در ماژول یوزر. اگر بریم داخلش باز میبینیم اونجا واس خودش یه فانکشن داره که توی خودش باز دوباره یه دونه ورودی میگیره که اون ورودیه رو میاد مثلا یک پردازشی توش انجام میده و باز یه فانکشن دیگه ای رو صدا میکنه. البته اینجا این ماکروه، بهتون داستان ماکرو رو میگم چون مهمه. یه فانکشن دیگه رو صدا میکنه که اون فانکشنه میاد چیکار میکنه، اطلاعات رو میفرسته به سمت دیتابیس و اون دیتابیس به ما یه خروجی میده. در آخر این فانکشن ما، اگر ببینیم رجستر بیاریم، اگر همه چیزش اوکی باشه میاد چیکار میکنه، این خروجی رو به صورت جیسون ذخیره میکنه. اینا رو اصلا نگاه نکن، اینا همش یه ماژول. نگاه کن map take یعنی چی. الان من اصلا مثلا اینجا map رو بزنم میبینی که دات رو بزنم تمام فانکشن ها میاد. مثلا take رو بنویسم، فقط کافیه برین مثلا چی بهش میگم داکیومنت رو بخونین. خب اومده مثلا یه خروجی رو نمایش داده. این کلی کاریه که مثلا در قسمت وبش انجام میشه. یعنی شما یه فانکشن مین درست میکنین برای عنوان ریجستر و داخل اون 10 تا فانکشن دیگه رو صدا میکنین. حالا میخوام که این پروسه، این داستان رو که آخرای مثلا وقتمون هم هست، اگر البته شما دوستان میخواین که من وقتم آزاده، خب بیشتر از اینم میتونیم بریم جلو. میخوام که این داستان رو یه خورده بهترش بکنیم. من اینجا در میام و میرم روی الکسیر سیدی الکسیر پروژیکت. داستان چیه؟ از وب استارتش رو نمیزنیم. چرا از فریمورک این استارت این کار رو نمیزنیم؟ نظر شخصی من و تجربه من اینه که شما اگر خود اون زبان رو به کامل یاد نگیرین و حرفه‌ای نشین، اوکی نشین، وقتی یک فریمورکی رو میاریم بالا مثل فینیکس، مثل روبی ان ریلز، مثل اسپرینگ، مثل نمیدونم نوجی اس چی داشتون، اکسپرس بود چی اسمش، مثل اون یا هر چیز اون داستانای خودش رو بیاریم بالا، اونا شما رو سورپرایز میکنن چون همه امکانات رو برای شما آماده نگه میدارن. همین آماده نگه داشتن امکانات باعث میشه که شما میری جلو پروژه رو درست میکنی، یک دفعه به یه جا مشکل میخوری و میگه من این زبان رو مثلا خوب یاد نگرفتم. ما در زبان الکسیر یک ابزاری داریم به نام میکس که اگر بنویسیم میکس هلپ برای شما کل اون فانکشناشو میاره. هر حالا اینجا تسک ما میکس داریم ازش و همون رو فانکشن صدا میکنیم. به عنوان مثال اگر شما نگاه بکنید نوشته کردم mix new، نوشته چی؟ نوشته mix new create a new elixir project که جلسه ما با درست کردن این درست بشه خیلی بهتره. من این پروژه رو میبندم، دفتر میزنم، میگه mix new اسم پروژه رو میخواد. بینو گودرز عزیز چی میخواد؟ اسم این پروژه رو مینویسم تمرین می نویسم و اینو این ترمز دیتابیس رو هم اول نمیخواد مشخص کنیم. نه محدودیت تو دیتابیس نداری، ولی اگر منظور دیتابیس دیفالتی هستش که خود ایرلنگ داره که گفتم دیتابیس هایی هستن که رو رم میمونن، رو دیسک میمونن، نیاز به هیچ دپندنسی ندارن، یعنی نیاز به نصب هیچ پلاگینی برای این کار ندارن. ولی اگر فریم ورک اگر یاد بگیرین دیتابیس های خود ایرلنگ واقعا قدرتمندن، یعنی توزیع پذیریشون بین سرورها، هزینه کمشون، قدرتشون، سرعتشون و امکانات و اون داستانی که پشت خودشون دارن واقعا عالیه. خب مثل منیزیا هست که نازیا فکر کنم خونده میشه، داخل سرچ بزنین اینجوری نوشته میشه، من نوشته میشه بنویسین ایرلنگ دیتابیس میاد. خب ولی اگر منظور چیزی است که پابلیکه، چیزی است که ما کد میزنیم، چیزی است که برای سی ام اس انجام میدیم، روی تیم اکتو، یک کتابخونه ای هست به نام اکتو
اینم اومد اکتو الکسیر. این یک ORM بسیار حرفه‌ای با موارد امنیتی بسیار بالا با امکانات فوق‌العاده برای پوستگرس، ولی اومده مثلا MySQL ساپورت کرده، X و Y هم ساپورت کرده، خب داخل خودش هست، شما میتونید اونا رو استفاده کنید، ولی بای دیفالتش اون چیزی که خیلی روش کار کردن چیه؟ پوستگرسه. پوستگرس من به نظرم واقعا کفاف کارهای ما رو تا 100% کارهای ما رو میده جز در موارد خاص. مثال میزنم، مورد خاص کجاست؟ من یک CMS الان دارم درست میکنم، تمام بلاگ بذار داخلش، ببر بیرون، همه رو درست کردم، خب یک ساعت ما هم گذشته. اول که دوستان باید بگین که بیشتر از این میمونین یا نه، که من جلسه رو تمامش کنم تقریبا. اگر برام بنویسیم ممنون میشم، رای گیری کوچیک بکنیم. او علی علی، اوکی اوکی. حسین عزیزم که هست، درز عزیزم اگر اوکیه، خب آریان هم که هست اوکی هنشون. بعد دیتابیس پوستگرس تمام کارها رو واسه من انجام میداد. تا کجا؟ تا اینجا که من میخواستم که کار، بالاخره شما میخوای یه توکن برای کاربر در موقع لاگین بسازی، خود این توکن خودش کدگذاری میشه و CPU فشار میاره و داستانه خودش رو داره. باز چرا من بیام مثلا رم و CPU اینا داستانه رو چیکار بکنم، باز مشغول بکنم؟ من میخواستم که دیگه مثلا یه سیستم خارجی که خودش ذاتن به عنوان دیتابیس شناخته میشه و خودش هم کند ذاتن دیتابیس ها، خب نمیخواستم که اونا رو چیکار کنم، دوباره لود بکنم. برای چی؟ برای اینکه یک کش نگه دارم. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که مثلا سرور بالاست بیام استفاده کنم. این موقع شما میگه آقا من دوست دارم برای یک کش قدرتمند ردیف بیام از ردیس استفاده کنم که یک کی ولیو دیتابیس هست و دسته نو اس کیو ال است، میخوام که از اون استفاده بکنم. خب من میگم خب ما اون واقعا برای کار بزرگه، پس من میام اینجا چیکار میکنم؟ از مثلا منزیا استفاده میکنم. بعد این آماده است تو الکسیر، اوکیه. اومدم از این استفاده کردم، رفتم جلوتر، دیدم چه داستان‌های متفاوتی داره. مثلا به من یه امکان داد که من روی دیسک ذخیرش بکنم. من کجا رو دیسک ذخیرش کردم؟ گفتم آقا یکی اومد رفرش توکن درست کرد، 13 روز میمونه سرور. اگر داون شد، اگر سرور ما روی یه سایت رانتی مثل ابر آروان بود، بعد چیکار بکنیم؟ یه داستانی پیش میاد دیگه. خب اومدم گفتم بس اومدیم بیاریم بالا که هر چی تو رمه بعد پاک بشه، که من رفرش توکن طرف 13 روزه بعد بمونه اونجا، ممکن رفرش توکن یک سال شه. گفتم یه نسخه از اون کپی رو مثلا توی دیسکم نگه می‌دارم. گفتم خب پس اینجاست که من نیاز دارم به یه دیتابیسی که روی دیسک می‌نویسه، خب سرعت بالایی داره، میاره روی رم و نیاز به نصب به هیچ گونه پلاگین خاصی نداره. اونجاست که من تصمیم گرفتم مثلا چنین دیتابیسی رو استفاده کنم. ولی پوستگرس با جلوگیری از اینجکشن هایی که دارن تا حدود خیلی زیادی ORM اکتو از اون استفاده میکنه، فوق العاده است. آره همش به بستگی پروژه داره، واقعا بستگی پروژه داره. یعنی شما میخوای که بری یه چیز رو انتخاب بکنی، واقعا بستگی به اون داره. من پیشنهادم برای اینه که اگر فکر میکنین پروژهتون بزرگه، حتما با یه نفری مشورت. چندین میلیون رکورد داخل پوستگرس به راحتی قرار میگیره. ریلیشنال بودن دیتابیس در پیدا کردن رفتار کاربرای شما خیلی خوبه. شما متوجه میشی که اون طرف چیکار میخواد بکنه. بعد از اینکه ریلیشنال اون داستان مثلا پوستگرس رو پیاده کردی، برای بهبود یک جایی بیا از یه دیتابیس نو اس کیو ال استفاده کن. ولی در hex.pm که لینکشو بالا گذاشتم، شما میتونی به راحتی برای دیتابیس هایی که خودت میخوای، از دیتابیس های مدرن مثل کاسندرا، اچ بیس،
و غیره تا به پایین مثل پوستگرس و مایسکال و اسکال لایت و اسکال سرور و هر چیزی که اسکال رپ داره اونجا درایور داره. میتونیم بریم تو درایوراشو بگیریم و خیلی هم راحت نصبش. الان با هم دیگه نصب هم میکنیم، مثلا با آدم مثلا حال میده نصبش، واقعا تو الکسیر خیلی اوکیه. من ای بابا صدای ما یک دفعه رفت. خب میام اینجا، من اومدم یه دونه میکس زدم. میکس یک ابزار جادویی برای درست کردن پروژه، درست کردن تسک، حتی آپلود کردن دیتابیس های حجیم پوستگرس به جای دیگه خیلی راحت. یه دستور داره به نام میکس ecto.load، اینو بزنی آدرس مسیر، مثلا بزنی مثلا مثلا نی مثلا .psql، خب اینو بزنی خودش میاد با هندل کردن ارورا میفرسته داخل، اصلا بعد عادت میکنه میفرسته داخل دیتابیس. مادم میکس نیو زدم و رفتم داخل یه پروژه درست کردم. این پروژه من وب نیست، یعنی از فریم ورک استفاده نکرده، یک پروژه کاملا خام روی الکسیر. میذارم روی سی دی تمرین، میرم توی پروژه، یک کد میزنم اینجا که بیاد بالا و یه اوپن میزنم میارم. ببینید دوستان، کلن یک پروژه الکسیر ما خیلی از اون خیلی بد، البته سریع داستان اینجا رو همه رو رد کردیم. مثلا جراته حالا بهتون میگم، ما مثلا یه قسمت از این قسمت گفتیم، یه قسمت از این قسمت گفتیم، یه سری وسط میمونه که اونا رو هم بهش میرسیم. تو این پروژه میخوایم بریم جلو که اونا رو تمام بکنیم، از سینتکس همین امروز در بیایم و جلوتر فقط بیایم معرفی کنیم، آقا بگیم الکسیر چه چیزایی داره، مثلا تو 3-4 جلسه اینا جمعش کنیم. اگر نگاه بکنین این سمت چپ رو، میبینی که ما کلا وقتی پروژه رو درست کردیم، یه پوشه داریم به نام لایو، یه پروژه داریم، یه پوشه داریم به نام تست و یه 3-4 تا فایل داریم به نام formatter.exe که فرمتش با اون فرمت هایی که فایل مثلا .ex ما که قبلا نوشتیم فرق میکنه. هر جا الکسیر فرمت .exs داره یعنی چی؟ یعنی توی رانتایم اجرا میشه و از این حالت کامپایل نیست، کامپایل بشه. اونهایی که .ex هن که به صورت اسکریپتی بالا میاد. مثلا یه مثلا لایو اگر باز بکنیم میبینیم که یک دونه فایل داخلش هست به نام تمرین .ex، اوکی؟ بعد و میاد چیکار میکنه؟ یک دونه فایل دیگه داره به نام mix.ex. آقا این mix.ex همون جایی هست که تمام اطلاعات پروژت میذاری توش و هر افسونه‌ای که دوست داری، هر پلاگینی که دوست داری فقط به این صورت نگاه کن. یعنی میای تو این قسمت دپس، اسم اون مثلا میگم یه اسمش مثلا فلان، خب و ورژن رو میزنی تمام. فقط کافیه بیای اینجا بزنی mix.dps.get، اینتر رو بزنی، این خود اون پلاگین رو از پکیج منیجر hex.pm میگیره و اون رو میاره روی پروژه به عنوان یک پروژه مستقل میاره که اون رو داخل پروژه خودت صدا میزنی که ما به این میرسیم. حالا پس برای کد نویسی بخوایم استارت بزنیم به بقیه فایل‌ها کار نداریم، میریم کجا؟ میریم توی لایو. اینم که جدید اضافه کرده، این یک پلاگینی است که در خود وی اس کد اونجا میاد. آقا این ماژول تمرین رو بالا میاریم که خودش به صورت دیفالت، اینم کامنت ها رو پاک میکنم، یه دونه هلو داره. اگر بخوام این هلو رو بالا بیاریم بعد چیکار کنم؟ این پروژه الکسیره، پس نیاز به سرور الان نداره. اگر بزنیم IXS mix به صورت دیولوپر، اینو میاره چیکار؟ میاره بالا. من اینو پاکش میکنم. اسم ماژول ما چیه؟ تمرین. قبلا گفتم چجوری صداش میزنی. اگر تمرین من دو تا تب بزنم به من میگه یه فانکشن داریم به نام هلو که ورودیش صفره. درسته؟ تمام شد رفت. خروجی چی آورد؟ خروجی یک دونه اتم آورد برام یا اتم آورد بالا. همین خروجی بود که اینجا بود. تا اینجا شما یه پروژه رو درست کردی و میگه آقا اینو به وب یه مثال بزن. آقا
یه پروژه من میخوام برای من درست بکن آقای حسین جان، یه پروژه برای من درست بکن که بره از وب سرویس توییتر. خب هر کسی اگه با توییتر اگه قبلا یه چیز درست کرده حتما یا هر روز یک API آنلاین داره که میتونه اونو تست بده، حتما خواهش میکنم که بهم بگه که ما بتونیم اگه جلسه بعدی تشکیل شد یه دونه توییتر مثال بزنیم. برو تو توییتر یه ریکوست بزن به وب سرویس فلان، اطلاعات و آخرین توییت های شهریار توکلی رو بیار. این دیگه به پروژه مثلا فونیکس نیاز نداره، یک فریم ورک وب نیاز نداره. شما اینو میتونید چیکار بکنید؟ این رو داخل الکسیر درست بکنید. یه وای تحت کامند لاینه، این تحت کامند لاین هست ولی این خودش میتونه خودکار اجرا بشه، میتونه به کرونجاب سرور شما وصل بشه، میتونه سرور شما اصلا با یک تسک اینو بخونه و به راحتی و میدونیم که پروژه الکسیر در آخر تبدیل میشه به یک دونه فایل و اون فایل کامپایلری میتونه به صورت اسکریپتی اصلا اجرا بشه. قرار نیست که همش مثلا چون ما تو حالت دیولپر هستیم مینویسیم، مثلا دستور میکس آی ایکس رو میزنیم که قشنگتر بتونیم لود بکنیم. تا اینجا شد چی؟ شد درست کردن یک دونه فانکشن. یک چیز مهمی که ما تو هر زبانی داریم اپریشن هاست. آقا ما تمام مساوی مساوی ها، تمام ترو فالس ها، هر چی تو زبان دیگه هست، اند، علامت تعجب، همه اینا رو داریم. پس اصلا وقت خودتون رو نگیرید. دو مساوی، تک مساوی، سه مساوی، هم کوچکتر، بزرگتر، همه هست. ممکنه مثلا میگم تو زبان پی اچ پی مساوی بزرگتر باشه، اینجا چون یه اپراتور دیگه توی یه جا هست، اول بزرگتر بعد علامت مساوی میاد. رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به اصل الکسیر. ما هر چی که تو الکسیر داریم به نام پترن مچینگ یا مچ کردن پترناست. قدرت زبانهای فانکشنال به پترناشونه. به عنوان مثال من یک تونه فانکشن درست میکنم به نام چی؟ به نام الکسیر، درسته؟ اگر کاربر من او فرستاد یک اتم الکسیر و فرستاد ترو، فرستاد ورودی چی؟ ورودی مثلا عدد 12، او بیا چاپ کن آی او اینسپکت. حالا این دفعه یه جور دیگه شون نشون بدیم. اینم آی او پوتسه، بعد هم بتونیم بگم داستانشون چیه. This is okay. او همین فانکشن رو من کپی میگیرم، این دفعه مینویسم PHP true 12 dot PHP. این سری یه فانکشن دیگه میگیرم و این سری برام مهم نیست که اولیش چی باشه، اولین ورودیش هر چی باشه او، و دومین ورودیش رو به عنوان یک ورودی مد نظر میگیرم، مثلا استاتوس اوکی. و بیاین اینجا برای من استاتوس رو چاپ کن و در آخر بیا این کل اینو بگیر، بیا هر سه تا هر چی بود مهم نیست، فقط برای من چاپ کن نوک. تا اینجا من از یک فانکشن الکسیر در ماژول تمرین 1 2 3 4 تا وضعیت مختلف درست کردم. تا اینجا که این 4 تا وضعیت مختلف با یک پترن اولی، یک پترن ثابته. یعنی چی؟ یعنی اگر مچ شد با الکسیر کاربر فرستاد اینو بخون. آقا ما میریم یه دونه ریکامپایل میکنیم چون پروژه بالا آوردیم دیگه، میزنیم تمرین تو پرانتز ماژول الکسیر، مثلا داخلش میمیسیم سه تا استرینگ میمیسیم، یه دونه مثلا عدد
الان این ورودی که من نوشتم از نظر شما کدوم فانکشن باید صدا زده بشه از بین این چهار تا؟ میشه به من بگین دوستان کدوم فانکشن الان صدا زده میشه؟ فانکشن هم میارم بالا، اولی، دومی، سومی یا چهارمی؟ برام می نویسین دوستان. خب حسین نوشت چهارمی، بقیه چی دوستان؟ آقا گودرس، علی آقا اگر هستین. دوستان احتمال خسته شدم، بقیهش میگم. چرا چهارمی نیست؟ خب چرا چهارمی نیست حسین جان؟ به خاطر اینکه یه بار دیگه الان تصویر داری عزیزم، نکن. اگر این تمرین داد الکسیر، ورودی اولش SSS، ورودی دومش SSS، ورودی سومش 12 باشه، کدوم میاد؟ کدوم از نظر شما کدوم از این فانکشن ها صدا زده میشه؟ الان دارین تصویر رو یا نه؟ آسه آگودرز حسین عزیزم درست نوشتی؟ او سه رو نوشتی؟ آگودرز عزیز چی؟ الان تصویر رو داری؟ من دوباره میارم بالا، اینم کوچیک میکنم. اوکی درست گفتین، اینجا پترن ما مک شد. چرا؟ چون اولین ورودی رو اصلا این آقا حساب نمیکنه، میگه هر چی بود بود. دومین ورودی که هر چی بود بازم اون فقط اون رو چاپ میکنه. سومی هم گفته حتما با 12 باشه. آقا یه اینتر میزنیم ببینیم میاره. بله نگاه کنید، this is no okay و SSS نوشته، درسته؟ حالا اگر من این 12 رو بکنم 130 بعد آخری رو بیاره، درسته؟ حالا اگر من این پترنش رو مچ بکنم، اولی میاره. ببین همین چند چیز ثابتی، ببین چه دنیایی برات درست میکنه. به عنوان مثال فکر کن یه شرط نوشته ای توی الکسیر، تو این شرط تو الکسیر با چی مینویسم؟ با ایف داریم، با هر چیز داریم. یه چیز داریم به نام کیس، یه اچ میذارم برای من یه مثال بیاره. میگه که کیس از نوع ماکروه و یک مثال آورده، میخوام که توی ترمینال بزنم کیس. آقا اگر یک متغیری داشته باشیم به عنوان چی؟ نام، مثلا یک عدد 12، بیا دو. حالا میگه چه چیزایی داریم؟ اگر 12 بود بیا بگو که اگر مثلا 10 بود بیا نوکه و اگر نمیدونیم چیه بنویس نوکه. قشنگ بدونی آخرش یه اند هم میزنی. آقا میگی که من اینو کجا استفاده کنم؟ یه شرط بود با سه تا احتمال و این سه تا احتمال هم به صورت پترن اومد. حالا میتونه این پترن من مثلا اینجوری هم باشه. اوکی مثلا یوزر اینفو از دیتابیس اومده و از اکشن مثلا چی اومده؟ رجیستر اومده. و همین راحتی مثلا یه توپل دست که به این میگن توپل. اون مپ یادتونه که نوشته بودین مثلا با یک دونه کلید میومد؟ توپل همون مپه ولی کلید دیگه نداره، درصد هم نداره. مثلا کجا استفاده میکنه؟ آقا یه ثبت نام برای من درست کن. اوکی ثبت نام درست میکنم، یوزر میاد اطلاعاتشو میفرسته، اطلاعات میره تو دیتابیس برمیگرده. چی به من خروجی میده؟ میگه آقا این آقا ایمیلش تکراریه. ارور چی میمیسه؟ ارور یه دونه مپ درست میکنه میمیسه ارور یه ویرگول مینیمیسه مثلا یه مسیج مینیمیسه مثلا this account already مثلا has been created. خب اوکی یعنی اکانت از قبل درست شده.
حالا فکر کن تمام این ارتباطایی که شما تو کل الکسیر داری رو باید با پترن درست بکنی. میخوام برات پترنا رو توی مثلا کدای مشتریام یا کدی که مثلا من زدم بهت نشون بدم که این پترن بریم توی مثلا مثلا چی بهت بدیم، مثلا بریم توی API، بریم توی لایو، بریم توی برو دیگه آقا پترنا رو نگاه بکنین، تمامش تو فانکشن ها هست. نگاه میبینین اینجا رو، اینجا گفتم آقا لاگین اگر اولین ورودیش یک توپل بود که اوکی بود، یوزر اینفو بود و یه اطلاعاتی بود که من نمیخوام رو داشت و اکشن و کان و نمیدونم فلان فلان ورودی ها، بیا چیکار کن، بیا چنین کدایی رو بخون. کیس تازه بهتون گفتم درسته، هر جا تو الکسیر دیدین زیاد ایف استفاده کردین ببینین یه پایتون لنگ میزنه چون ایف زیاد استفاده نمیشه. خب اومد چیکار کرد؟ اومد مثلا یه کیس درست کرد با تو باز تو خود کیس باز یه پترن است، ارور مور دیوایس، یعنی بیشتر از اون دیوایس نمیتونه. و اومدم آقا مثلا گفتم آقا این اطلاعات دیگه نمیخوام، بریم توی لاگین، بریم توی پایین ترش توی رفرش توکن. گفت آقا اگر پترن، اگر این فانکشن من توی اینجا بود، خب یعنی چی؟ یعنی ارور داشت، مور دیوایس بود، توکنم ورودیش بود، این ورودیش بود، اینو چاپ کن. همون باز دوباره رفرش توکن بود، اکسپایر بود، برو این کارو بکن. این دست شما رو باز میذاره تو این پترن، خب که شما به راحتی بتونین هر کدی که میخواین رو کاستومایزتر، حرفه‌ای‌تر و کد کمتر بنویسین. حالا فکر کنین مثلا میخوام یه چیز دیگه بهتون بگم قشنگتر، چیزی که PHP نداره. یه چیز داریم به نام وید. این وید میاد شرطای تو در تو که از اولین شرط اجرا باید بشه، اگر اون شرط ما ترو بود بره به شرط بعدی، بره به شرط بعدی و همه این شرط ها رو تست کرد، اگر همشون اوکی بودن بیاد چیکار کنه؟ بیاد یک کاری رو انجام بده. بریم تو تمرینمون اینو انجام بدیم، کاندیشن کلا با این کارمون تمام میشه. اینا رو پاک میکنم، این وید. ما در ماکروهایی که داریم مثلا ایف، وید، کیس، اینا هر کدوم تو الکسیر یک ماکرو هستن، یعنی اومدن یک زبان کاستومی رو با ماکروها درست کردن که ما راحت تر بیایم مثلا اون رو فراخوانی بکنیم. اگر ببینید احتمالا در روزهای آینده میریم خود ایف رو چطور نوشتن میریم نگاه میکنیم. مثلا میخوام که آقا یه چند تا فانکشن درست کنم، مثلا دف چک نمبر، بعد ایف، اگر آیتم آیتم مساویه 12 بود یا دو ترو. خب آقا یه شرط پس من الان درست کردم با ایف، میخوام توی این وید بیارم. ببینید همجا فانکشن ها چی کد میزنم، اینو میارم اینجا، اینو میارم آیتم من چیه، اینجا میمیسم آیتم، ورودی هم میارم توی این، میگم چی؟ میگم آقا اگه ترو بود بیا اینجا، اگه ایلز فالس، هر چه سوال شده به من بگیم لطفا. این شد اولین شرط ما، درسته؟ خب یه شرط دیگه هم درست بکنیم، مثلا بگیم آقا این ها کدای ساده هن ها، مثلا چک نیم اگر نیم بود شهریار، دو ترو فالس. اوکی واسه چین ایفو گذاشتم؟ ببینید اگر شما هر جایی یه هلپ بذارین متوجه میشین که ما در الکسیر شرط هایی که داریم به چند دسته تقسیم میشن.
یا بر اساس پترنن یا بر اساس ترو فالس هم. خب مثلا if can't بر اساس ترو فالس برمیگردونه، ولی with مثلا پترن برمیگردونه. خب یا مثلا من الان میتونم مثلا اینجوری بمیسم اوکی، بعد مثلا شهریار ارور و همین ارور بمیسم، ارور اسم اینو بیارم به صورت اتم بیارم. آقا تا اینجا من اینو درست کردم، فقط باید دومی شرطم بذارم، یه دونه ویرگول میذارم اینجا و چک نیمم این ترو هم میکنم نیم نیم و میره به چی؟ باید چی باشه؟ باید این باشه درسته؟ اینم تمیزتر میکنمش، بعد میام پایین یه دونه الز میذارم، اگر نبود چی؟ اگر نبود، اگر این ارور رو داد یا برای من این کارو بکن، مثلا یه چیز بنویس، اگر فالس داد بیا این کارو بکن، سریع می‌نویسم، اگر هیچی نبود بیا این کارو بکن. خسته نشده باشین تا الان، یه خورده این سینتکس ها خسته کننده است، واقعا هم هست. این من فقط میخوام که امروز از کمند اینا در برم دیگه به اینا نرسم، میدونی چی میگم؟ که این پروژه مثلا رایش هموار بشه که ما بریم سر مباحث دیگه. آه بیا آی او پوتس بکن، یه چیز چاپ بکن، مثلا بیا این چک نیم رو چاپ بکن، بیا این فالس رو به استرینگ چاپ بکن، بیا فقط نو اگر همه شرط ها اوکی بود بیا چیکار کن، یا آی او پوتس بزن اوکی. ما در اینجا یک دونه فانکشن مین درست کردیم، دو تا فانکشن بالا رو میخونه و به راحتی برده این رو در یک پترن، پترنش رو با شهریار. ببین پترن در همه جا به شکلهای مختلف، تو فانکشن دیدی اونجوری استفادهش کردی، توی شرط اینجوری استفادهش کردیم، توی جای دیگه یه جور دیگه. یعنی این پترن تو کل الکسیر تنیده شده. خب اومدم مثلا گفتم آقا اگر مثلا اگر آیتمم 12 بود بیا ترو بده، اگر اسمم شهریار بود بیا اون کارو بکن. حالا بریم اینجا یه دونه ریکامپایل بکنیم، ریکامپایل فراموش نشه چون زبان کامپایلریه و اونو کامپایل میکنه، تمرین و میزنیم الکسیر به عنوان فانکشن مین. اولیش که میگه حتما باید الکسیر باشه و دومیش میگه چی باشه؟ میگه نیم باشه، مثلا نیم من میسم شهریار و 12 برای ما اوکی رو چاپ کرد. حالا اگر این 12 باشه 13 چی میشه؟ برای ما فالس رو چاپ میکنه. و اگر این 12 باشه ولی اسم شهریار نباشه چی میشه؟ میشه چک نیم. این شد کل داستان اولیه پترن. اگه دوستان سوالی دارن که من خواهش میکنم که دست رو اینجوری ببریم بالا، قشنگ این دست رو تست نکرده بودم. خب اوکی دوستان، یا من اینترنتم قطع شدم جز خودم داشتم صحبت میکردم. آره 100% باید تمرین داشته باشه. من حتما اون آموزشایی که توی چیز گذاشتم رو یوتیوب رو پیشنهاد میدم، چون بر اساس درخواست بچه ها والا قوانین سولید من باید سرچ بزنم که چجوری کد نویسیش هست. من اطلاعاتی آنچنان اینجوری که به صورت تئوری مثلا سالید مثلا آیا انقدر این زبان ها قدرتمندن، انقدر افراد مختلفی اومدن توی کار. من قوانین سالید یه بار خوندم ولی الان یادم نیست، اگر ریز بهم بگی من بهت میگم که میشه رعایتش کرد یا نه. ولی باید توی اون استراکچر خود الکسیر کد بزنید که راحت تر باشین کداتونم تا
توضیح پذیر باشه، ولی از اینکه بخواید من اطلاعات کاملی بزنم سولید بزنم. هاکی از اینست که یک کلاس باید صرفا یک وظیفه بشه شد. ماژول هم تقریبا همینه دیگه. ببینید معمولا یک وظیفه رو میتونه داشته باشه و والا یک وظیفه رو نمیدونم چجوری این داستان کرده. مهم نیست، مهم این قوانینشه دیگه. من الان میخوام بخونیم دیگه. مثلا میگه آقا یک دونه مثلا کلاس مثلا چنین چیزی رو داشته باشه. خب اینجا هم همینه دیگه. این ماژول مثلا مسئولیتش مثلا کار با کوئری دیتابیسه. این ماژول مثلا مسئولیتش با ساخت مثلا ریجستر کردن یک کاربر مثلا در روی دیسکه. اگر یک ماژول مثلا چندین تا وظیفه داشته باشه داخل این فانکشن های مختلف در وظایف مختلف داشته باشه، کنترلش سخت، اصلا کثیف نویسیه. به نظر من این اصلا اتفاق نباید، هر کلاس باید توسعه یافتن قابلیتاش اصلا اوپن بوده و دست برنامه به افزایش فیچر جدید. من باز بله خیلی زبان فانکشنال ها بسیار ماژولارترن، خیلی به راحتی شما میتونید درست بکنید. حتی یه چیز داریم با نام پروتکل که اگر میخوای مثلا به خروجی به خود اصل فانکشن ها توی یک ماژول دست نزنی، خب فقط خروجی ها رو مورد داستان قرار بدی و بعد یه تغییرات روش بدی بر اساس شرایط، میتونی از پروتکل استفاده بکنی. خیلی جذابه. اون چنین چیزی داخل کاتلین و سویفت میدونم که به نام اکستنشن استفاده میشه. قانون بعدیش میگه که این اصل ها که زنه که کلاس فرضاً باید انقدر کامل جامع کلاس وارد خود ارث بری. ببین ما اینجا ارث بری نداریم، ولی میتونیم ماژولا رو توی فانکشن های مختلف، کلاس ها رو توی موارد غیره استفاده کنیم. پس این مخصوص کلاس هاست. بیش از این هم گفتیم اینترفیس ها فقط اینترفیس همون منظور همون پروتکل هاست. مشخصه که یک کلاس از چه متد های حتما برخوردار باشه. تا یه حدودی میتونی نام پیاده بکنیم، ولی خب فکر نمی‌کنم اجازه استفاده بشه، چون ایمپلمنت کردنش برای بیشتر برای زبانه شیگراست. به نظر برخی تازه کارا آن را دیپندنس اینجکشن شما میگن به صورت اوپ دیپندنس واسطه رو مبین دیپندنس ماژولار ماژولار نوشتن. از نظر من اینه که باید یه خورده شما به این توجه کنید که ماژولار مستقل تر باشن. اینه که دپندنسی استفاده بکنی فکر میکنم زیاد به اون چهره فانکشنال تا اونجایی که من اطلاع دارم نمیخوره. اینم قوانین سالید بوده. یه پروژه تست هم ما درست کردیم با هم دیگه تمرین و به راحتی توش مثلا یه کدی رو زدیم، حالا اعداد بخواد باشه. چند تا فانکشن اصلی هم من چند ماژول اصلی هم به شما میگم برای جمع‌بندی این قسمت. ما یک سری ماژول داریم به نام اینام، از این خیلی استفاده میکنین. کار با لیست، اگر میخواین جایی بنویسین، البته ویدیو بعد از اینجا قرار میگیره، خودکار خود چیز میذاره اسکایپ. یه ماژول داریم کار با مپ، اسمش دات مپ، یه دونه بذارین تمام این رو میاره. این علی جان این از کجا آوردی؟ لوکالیزیشن هاش این برای چه کاری این لوکالیزیشنش؟ این شما الان داری میدونم داکیومنت این لوکالیزیشن رو داری کجا استفاده میکنی؟ داری توی فریمورک لاراول استفاده میکنی برای گرفتن محیط و مکان کاربر؟ این لوکالیزیشن دقیقاً چه داستانیه؟ میشه من بگی؟ بله. ببین داری ذهنتو درگیر فریم ورک می‌کنی. خب در الکسیر همه چیز ماژولاره. همه چیز پروژه‌ها به این صورته که شما میتونی مستقل اون رو بیاری در یک پروژه دیگه استفاده کنی. خود فریم ورک فونیکس فریمورک رو درست نوشیم، حالا هرچی هست.
خود حتی این فریم ورک با ناکه این فیلتر و داستان اینترنت رو چقدر ما زیبا داریم تو این کشور زندگی میکنیم، واقعا لذت بخش. خود فریم ورک اصلا ببین خود چند ترجمه کردن اینا از خود لینوکس و اون داستانهای خودش میاد. خب انقدر تو این زبانها جامع هست که بهت بگم به هیچ عنوان نگرانش نباش. ایونت یعنی انقدر کامل، یه چیز به نام گت تکست خودش دیفالت همراه فونیکس نصب میشه، انقدر قدرت داره، انقدر راحته، انقدر حرفه‌ایه که اصلا نیاز نیست که هیچ کار دیگه بکنی. در مورد کوی، ببین ما در کوی می‌خواستم بحث‌های بعدم برسه، اصلا پی اچ پی ذاتاً نمیتونه آنچنان سی پی یو و این داستانا رو مدیریت کنه. پس این کوی و با تسک و این داستاناش بیشتر کدای هستش که دارن دور میزنن اون داستانا. خب چون زبان مفسری دسترسی به قطعات کامپیوتر نداره. در خود الکسیر ما یک چیزی داریم به نام تسک. این تسک تمام ترت‌های شما رو کامل مدیریت میکنه. میتونین مثلا میگم بخوای یک از یک هواشناسی، تمام پروژه توی اپلیکیشن ها معمولا یک هواشناسی انتخاب میکنن. چرا؟ چون جالبه. میخوای که 10 تا شهر رو بفرستی به کجا؟ بفرستی به سایت هواشناسی و برای شما خروجی تمپرچرش رو برای شما بیاره. تا اینجا اوکی؟ اگر بخوای تک تک اینا رو بفرستی چی میشه؟ آقا باید اولی بیاد، دومی بیاد، سومی بیاد، چهارمی بیاد، چهارمی اگه ارور بخوره پنجمی دیگه نمیاد، میره رو تایم اوت. درسته؟ تا اینجا ما یه چیزی داریم توی الکسیر به نام تسک. شما میتونی همزمان 20 تا ریکوست به اون بفرستی و هر ریکوستی که آماده شد و بیاری تو لیست. اگر ارور داد چی بشه؟ ترمینیت بشه، ریستارت بشه، یعنی کل کنترل خطا رو داخل خودش داره. خب میخوای که تمام داده ها جوابشون اومد اون لیست رو درست بکنه به کاربرت خروجی بده، یا هر کدوم اومد نمایش بده. این در مورد تسک. در مورد کوی و صف درست کردن، یک من اینا رو می‌نویسم برات. get text چند زبانه تسک برای تسک و این داستانا، جن استیج برای جن استیج برای درست کردن چیه؟ برای درست کردن صفحه. یه خورده سخته صفم اگه دوستان دستشون نیست، مثل میمونه که من توی کارخونه شکلات سازی هستم، خب دو تا کارمند دارم، یه خطم دارم که برای من شکلات میاره. این دو تا کارمند من باید شکلات های خراب رو جدا بکنن، خب و در آخر برسه به چی؟ برسه به یه بسته‌بندی، به بسته‌بندی بشه. اگر این خط تولید من سرعتش اون حالت اون وردنه‌ای که داره میاد اون شکلات رو زود بیاره، چون افراد من کم هستن چی میشن؟ اونا نمیتونن اینو هندل بکنن، شکلات خراب هم میره بسته‌بندی میشه. خب حالا تو معنای وبش چی میشه؟ من میخوام یه عکسی رو از گوگل پیدا بکنم و یک متنی رو بر اساس یک مطلبم درست بکنم و یک ریکوستی هم بدم به توییتر و از توییتر اون اطلاعات رو بگیرم و در آخر این رو به توییتر بفرستم. خب اگر جواب مثلا گوگل من دیرتر بیاد چی میشه؟ به من ایمیجمو نمیده. پس متن من درست میشه، بدون عکس ارسال میشه به توییتر. اینجاست که سخت است. یا در فروشگاه یک محصولی خریداری کرده میشه، مثلا میگم سبد خرید چقدر سخته، داستان فقط تو صف جن استیج و یه چیز هست به نام برادوی جدید اومده فوق‌العاده است. یک کتاب داریم ما به نام، کتابی هست به نام Concurrent Data Processing in Elixir. من اسم کتاب هامو برای شما اینجا این نمیدونم این بزرگتر میشه یا نه. نه بزرگتر متاسفانه نمیشه. این کتاب به نام Concurrent Data، این یک کتاب بسیار فوق‌العاده برای صف و الکسیر. بریم در مورد چی؟ فایل استوریج، کار با فایل. اصلا خودش یک دونه ماژول داره به نام فایل، این همه فانکشن داره. و این فایل علاوه بر این که میتونه کنترل فایل رو در روی دیسکتون انجام بده و غیره، از خود فانکشنای، از خود دست کامند ها بهتر بگیم، لینوکس هم شما میتونید به راحتی با دستوراتی که خود الکسیر داره به صورت خام استفاده کنی داخل خود الکسیر. و به علاوه اون که
تمام اینا رو داری، این مدد فایلش به صورت استریم هست لیزی، یعنی چانک بندی کنه، یه فایل رو ریزیز کنه بفرسته بیاره لیزی اینو لود کنه رایتش کنه تاچش کنه، همه دستوراتی که شما توی خود یونیکس بیسا داری اینجا داری. پس اگر فایل استوریج منظورت مدیریت با فایل، بسیارم قدرتمنده، هر جا شما کم آوردی در الکسیر میتونی ارلنگ بنویسی. چرا؟ چون به راحتی با دو تا نقطه مثلا فلان، خب خود ماژول ارلنگ میاد. ببین الان من دو تا نقطه گذاشتم در الکسیر، ما ماژول با حرف بزرگ مینویسیم، ولی تو ارلنگ ببینید دو نقطه گذاشتم فایل. خب اگر من اینجا رایت رو بزنم میبینی که من از خود ارلنگ استفاده کردم. خود چی؟ خود ماژولای ارلنگ. یعنی شما بدونه که هیچ پلاگین نصب کنی از قدر، یعنی هر چیزی تو الکسیر نبود مطمئن باش تو ارلنگ هست. بریم داستان تسک رو گفتم، لوکالیزیشن رو گفتم، فایل استوریج رو گفتم، ایونت. ایونت چیه؟ میشه به من بگی ایونت ها چی هستن؟ منظورش از ایونت چیه؟ تو علی عزیز می نویسه، حسین جان، گودرز عزیز، اگر هستین مزدو خواهش میکنم اگر سوالی هست الان بپرسین تا ما امروز رو جنبندیش بکنیم، چون فکر میکنم که سینتکس ما رد کردیم دیگه. بقیه بخشاش اینه که شما بری به عنوان مثل اینجا فیلتر اینو بالا نیورده، خاک بر سر، احتمال از یه سی دی ان استفاده میکنم، بری در گایدش و اینجا رو ببینید و اون آموزش هایی که من قبلا گذاشتم کامل 0 تا 100 رو بزن. اینجا فقط قصد ما در دو سه آموزش حالا فردا و پس فردا فقط اینه که معرفی بکنیم، حالا از فردا دیگه میریم روی دنبال OTP این داستاناش، بقیه دیگه باید خودتون بریم. مثلا میگم بیسیک تایپ هاش هستن، مثلا شرط هاش هستن، کار با باینری، چرلیست ها، استرینگ ها، کیورد لیست ها، ما چندین نوع استک های دیگه داده و نگهداریش و نمایشش و اینا رو داریم، ماژول فانکشناش، ریکیوزاش که ارور نمایش دادنش، نمیدونم استریم کردنش، پروسس ها، مدیریت تک تک نودها، همه اینا هست تو این قسمت که شما فقط باید برین تستش کنید. مثلا زمان کاربر یه عملیات انجام میده، یک ایونتی ثبت میشه و بعد کال میشه بر اساس تایم شما. او ما اصلا اون رو مقایسه نکن با الکسی. الکسی خدای این داستانای ایونت ها ایناست. یه چیز داره به نام OTP، فوق العاده هست، نودا رو ایزوله نگه میداره، همون اولی که بود داستان بهت گفتم. نمیدونم اگر اون اوایل یه ترمینال من بالا آوردم هر چند ثانیه یک متن رو مینوش خودش، من ترمینال رو پاک میکردم، داستانش اون بود که اون بر اساس یه تایمی استفاده بزن. من یک ببین ما یه چیز به نام جن سرور، تو این جن سرور شما میتونی هر کاری که دوست داری توی بک‌گراند جابا، توی ایزوله کردن نودها، نمیدونم توی 2 میلیون ریکوست همزمان، توی هر کاربر یه دونه ریکوست خودش داشته باشه، یه سوپروایزر داشته باشه، تمام این ایونت ها رو. مثال میزنم، اگر یه ایونت ارسال ایمیل داری میفرستی به این جن سرور، بر اساس یه تایمی خودش میفرسته که میخواستم در روزهای آینده بهتون میگم. اصلا بهت بگم که خود الکسی در این یک دونه موردی که شما میگی خدای این داستان هست، یعنی اصلا نیاز نیست که بری دنبال فریمورک، خود الکسی خودش این رو داره و داره با چه طرز فکر و پارادایمایی داره. یعنی خیالت راحت کنم یک چیز آس به تحویل میده. بقیه چیزا که من میبینم که چیزایی نیستن و اونا که میگی دیگه، در مورد پکیج دیولپمنتش و نوتیفیکیشن و میل اینا که اینا بیشتر پلاگین هم دیگه، اینا پلاگین ها که ما داریم توی موردش. و باز اگه سوالی از علی جان گودرز عزیز، شما چی سوال دارین؟ حسین جان شما چی؟ از عزیز آقا من دیگه واقعا شرمنده شما، اگر سرتون درد گرفت یا من این سرفصل رو آماده کرده بودم چون فکر میکردم ما باید از این داستان بگذریم و در یه روز دیگه، یعنی فردا من هستم، یعنی کلاسم برگزار میشه
قربون شما. من سعی میکنم در مورد استیتفول کار کردن، نه در معنای دانش و علمی که میخواد، بلکه در فناوریایی که ما داریم صحبت بکنیم. در مورد همین ریل تایم صحبت کردن ها، چه امکاناتی داریم، فقط در حد توضیح هست. لایف کدینگ اونا سخته، ولی از کدای خودم براتون مثال میزنم. خب خیلی ساده هستن، ولی خب دیگه مثالش یه خورده برام سخته نوشتنش همزمان، ولی سعی میکنم بنویسم. خیلی ساده هن، همین ایونت بیس بودنشون و اینکه خودشون بر اساس حالا یک کالبکی انجام میدن. و در آخرین روزم که فکر کنم سلوس دیگه تکمیل میشه، شاید فردا کلا تمام بشه، در مورد کتابایی که من تا حالا خوندم صحبت میکنیم. لیستی از کتابایی است که من تا حالا خوندم و هر کدومو چرا باید بخونیم و چه چیزایی داره. و به سوالات شما، من خواهش میکنم عزیزان سوالای خودتونو بپرسین و تمام بشه. تشکر. اگر با من امری ندارین که امروزو تمام بکنیم، ویدیو هم اینجا قرار میگیره. قربان شما، روز خوبی داشته باشین دوستان، موفق باشید. یه خورده مطالعه بکنید اگر وقت کردین، حتما سروس ویدیوهایی که در یوتیوب گذاشتم ببینید، حتما با بنده در ارتباط باشین، من در خدمت شما هستم. انشاءالله که شما هم به این کامیونیتی اضافه بشین. من جست ریکوردینگ رو میزنم.